بیننده نوشتن که روش صحیح خواندن نماز وتر چگونه است لطف بکنید جزاکم الله خیر نماز وتر یا یک رکت مثلا شما دارید دو دو رکت دو دو رکت نماز شبتان رو میخوانید یا تهجدتان رو میخوانید نزدیک صبح شد رکت دو, رکت دو رکتی که خواندید تموم شد سلام میدید السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله. بلند میشید وتر میخوانید در این یک رکتی که میخانید الله اکبر شروع میکنید استفتاو بعد از اون سوره هم سوره اخلاص هر سوره دیگری بعد از اون میرید به رکوع از رکوع بلند میشید دستانتون رو بلند میکنید و دعای قنوت رو میخونید هر دعایی که دوست دارید انجام میدید بعد از اون میرید به سجده دو تا سجده میکنید و سلام علیکم نماز تمام میشه این در مذهب حنبلی در مذهب شافعی در مذهب مالکی در نزد اهل سلف این شیوه وتر خواندن معمولترین و و به صحیح بودن نماز وتر و ثابتش از رسول الله صلی الله علیه و نزدیک است در مذهب حنفی میگن که همین دو رو که خواندی بعد از اون سلام میدی بلند میشی برای سه رکعت به نیت سه رکعت وتر تو نماز میخونی چطوری نماز میخونی دو رکعت رو میخونی در تشهد بعد بلند میشی بعد از اون سوره رو میخونی بعد از اون بعد از اینکه خاندی دستاتو بلند میکنی دعای قنود میخونی بعد از اون رکوع میکنی و دوتا سجده میکنی سلام میدی تمام این طریقه است که در مذهب حنفی است اما این روش ضعیف ترین روشی است که از نگاه به حدیث ثابت شده و آنچه که قبلا ذکر کردم به خدمت شما عزیزان به سنت پیامبر صلی الله علیه نزدیک است روش دیگر این است که شما دو رکعتتون رو که خوندید و دیدید که نزدیک صبح شد میخواید که تاون بکنید نماز شبتون رو سلام نمیدید بلند میشید یک رکت میخوانید این یک رکت رو چطور میخوانید سوره رو میخونید مثلا سوره اخلاص رو میخونید یا هر سوره دیگری رو بعد از اون میرید به رکو از رکو بلند میشید دستاتون می رو بلند میکنید دعای قنوت رو میخونید یا هر دعای دیگری که دوست دارید انجام میدید بعد میرید دو سجده انجام میدید سلام علیکم تموم شد سه روش وجود دارد همه اینها رو میگن که از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده اما روشی که یک رکت خوانده شده و روشی که بعد از دو رکت یک رکت خوانده شده این صحیحترین روایاتی است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده یازده رکت رسول الله صلی الله علیه وسلم خواندن هشت رکت خواندن بعد سه دیگه وتر کردن یا که ده رکت خوندن بعد یک رکت وتر کردن همه اینها از احادیث از رسول الله صلی الله علیه و, علیه و سلم برای ما ثابت شده است که در کتب و روایات اومده المهم این است که خوانده بشه نماز تعجد یکی از نمازهایی است که واقعا به انسان آرامش میبخشه